ببرگان رهبری دور تازه‌اش را آغاز کرد. نمایندگان احمد جنتی را به ریاست این مجلس برگزیدند. هبت الله آخونزاده رهبر جدید طالبان شد. غنی میگوید به خشونت‌ها پایان دهید تا به سرنوشت رهبر پیشین دچار نشوید. I have read the letter your father sent and it may be laugh. و در تلاشی برای معرفی حماسه سرای ایرانی به غیر ایرانی ها، سایه ها قصه شاهنامه فردوسی را بازی کردند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. نمایندگان مجلس خبرگان احمد جنتی را به ریاست این مجلس انتخاب کردند. مجلسی که احتمالاً روزی رهبر آینده را تعیین خواهد کرد. به همین دلیل ریاست آن از اهمیت بالایی برخوردار است. رقبای آقای جنتی ابراهیم امینی و محمود هاشمی شاهرودی بودند. گفته شده آقای امینی گزینه اکبر هاشمی رفسنجانی بود که خود را نامزد کسب این مقام نکرد. پناه فرهاد من گزارش می‌دهم. امروز مجلسی در تهران آغاز به کار کرد که گفته می‌شود احتمال آنکه نمایندگان همین دوره‌اش مجبور به انتخاب رهبر آینده ایران شوند کم نیست. همین هم بود که انتخابات اسفند گذشته این دوره خبرگان را به یکی از خبرسازترین دوره‌های آن تبدیل کرد. اولین دستور جلسه امروز انتخاب رئیس و هیئت رئیسه. پس از مدت‌ها گمانه‌زنی و رایزنی‌های پس و پیش پرده، نهایتاً اکبر هاشمی رفسنجانی که منتخب اول تهران شده بود، نامزد ریاست نشد و ریاست این دوره برای 2 سال به کسی رسید که نفر آخر منتخبان تهران بود. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، 51 رأی آورد. ابراهیم امینی، امام جمعه موقت قم، نزدیکترین رقیب او بود که 21 رأی آورد و محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه هم با 13 رأی سوم شد. پنجمین دوره مجلس خبرگان. اعضای دیگر هیئت رئیسه هم انتخاب شدند. بر اساس آرای 88 عضو مجلس خبرگان، محمد علی موحدی کرمانی نایب رئیس اول و محمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس دوم شدند و قربان علی دوری نجف آبادی و احمد خاتمی هم منشی های هیئت رئیسه شدند. حالا احمد جنتی که اسفند امسال 90 ساله می شود، ریاست مجلسی را عهده‌دار شده که قرار است جانشین رهبر 76 ساله ایران را در صورت درگذشتش انتخاب کند. رهبری که هرچند توسط این مجلس انتخاب می شود، چه در پیام امروزش و چه در دیدار اخیر با منتخبان این دوره، برای این مجلس تعیین تکلیف می کند. مجلس خبرگان به نظر من مهمترین جایی است که بایستی متوجه به وظایف خودش باشد. من اگر بخوام در یک کلمه عرض بکنم، اون یک کلمه این خواهد بود که مجلس خبرگان باید انقلابی بماند، باید انقلابی فکر کند. حالا احتمالاً با انتخاب احمد جنتی که همیشه جزو وفادارترین افراد آیت الله علی خامنه‌ای بوده، او خیالش از بابت انتخاب جانشینش کمی راحت باشد. اما انتخابات امروز به معنای از میدان به در رفتن رقبا نیست. در آن سوی میدان کسانی ایستادند که پیشتر نشان دادند که برای تأثیرگذاری در موقعیت‌های حساس لزوماً نیازی به صندلی ریاست ندارند. پناه فرهاد بهمن، بی بی سی. در ایران آخرین جلسه مجلس نهم برگزار شد. اتفاقات و مصوبات جنجالی در این دور از مجلس کم نبود. از جلسه‌ای که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت اتهاماتی علیه علی لاریجانی و برادرش زد تا استیضاح وزیر علوم دولت حسن روحانی، تصویب برجام، طرح کنترل جمعیت و غیره. مسعود آذر نگاهی گذرا کرده به مجلس نهم. مجلس نهم در خط پایان. حالا این مجلس با تمام فراز و فرودهایش به خاطره ها می پیوندد و برگی دیگر به تاریخ قانونگذاری ایران اضافه می شود. 4 سال پیش مجلس نهم با اکثریت اصولگرا آغاز به کار کرد. اصلاح طلبان به دلیل حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فعال نبودند و از نامزدی هم حمایت نکردند.
همین باعث شد اصولگراها رقیب جدی نداشته باشند. همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند. در مجلس نمایندگانی هم مثل روح الله حسینیان و حمید رسایی از حامیان پروپا قرص دولت محمود احمدی نژاد بودند. اما روابط دولت و مجلسی که هر دو از طیف اصولگرایی بودند خیلی نزدیک نبود. از همون روز اول آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران برای مجلس خط و نشان کشید. نظارت باید درست، عالمانه و پاک و بدون دخالت در مرزهای حقوقی و مسئولیت‌های دیگران باشد. بر اساس آمار پایگاه اطلاع رسانی مجلس، در سال پایانی دولت محمود احمدی نژاد، مجلس نهم نزدیک به 5000 تذکر داد و 1000 سوال پرسید. من به عنوان رئیس جمهور بر اساس گزارش نظارتی مجلس که در خرداد ماه 1393 منتشر شده، در 9 ماهه اول ریاست جمهوری حسن روحانی مجلس بیش از 3400 تذکر داد و 638 سوال از دولت روحانی پرسید. با گذشت نزدیک به 3 سال از عمر دولت حسن روحانی احتمالاً این تذکر و سوالات هم 3 برابر شده. با لحاظ کردن جمعی شرایط میشه گفت که رفتار مجلس نهم با دولت آقای روحانی به نسبت دولت آقای احمدی نژاد خیلی سختگیرانه تر و برخوردش با دولت آقای احمدی نژاد خیلی مهربانانه تر بوده. بخشی از این برخوردها به دلیل گرایش سیاسی و اصولگرا بودن نمایندگان مجلس نهم طبیعی بود، بخشی هم به دلیل فشارهای نهادهای بیرون مانند نهادهای امنیتی و نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بود. روزهای پرسر صدای مجلس نهم کم نبود. اولین چالش دولت دهم با مجلس نهم در کمتر از یک سال از استقرار مجلس جدید، یعنی در 15 بهمن ماه سال 91 بود. وزیر وقت تعاون به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی استیضاح شد. آقای احمدی نژاد علی لاریجانی را تهدید به افشای مطالبی درباره برادرش کرد. در نهایت کلیپی از جلسه سعید مرتضوی با برادر علی لاریجانی در مجلس پخش شد. مرتضوی میگه خب شما این اعتبار رو دارید که بدید از اخوی دستور بگیرید؟ ایشون میگه بله. و اتهاماتی علیه برادر آقای لاریجانی عنوان شد. این روز معروف به یک شنبه سیاه شد. در دولت حسن روحانی استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم پرحاشیه بود. دلیل استیضاح به گفته شماری از نمایندگان به خاطر بازگشت عناصر بی صلاحیت به دانشگاه بود که در نهایت استیضاح آقای فرجی دانا رأی آورد. تصویب کلیات طرح جرم سیاسی یکی از مهمترین اقدامات مجلس بود. طرحی که دولت آن را جامع و مانع نمی‌دانست. و در نهایت تصویب برجام در مجلس پس از 3 ماه بحث و جدل. مصوبه‌ای که اشک نمایندگان را درآورد. خیلی عجیبه، با قسم جلاله میگوید سیمان می‌ریزیم روی تو و می‌کشیم تو را. و خاتمه‌ای بود به تمام تهدیدها و انتقادها. در کارنامه مجلس نهم حدود 700 طرح و لایحه به چشم می‌خورد. بیشترین طرح‌ها و لوایح در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی است. طرح دوفوریتی به عنوان طرح افزایش نرخ باروری، طرح مقابله با کاهش جمعیت یکی از مهمترین طرح‌های مجلس بود. پس از تصویب طرح کاهش جمعیت، اجازه ازدواج با فرزند خوانده یکی دیگر از پرسر و صدا ترین مصوبات این مجلس بود. طرحی بود که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را قانونی می‌کرد. تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، طرح ملزم نبودن به ثبت ازدواج موقت از دیگر مصوبات بود. در زمینه اقتصادی مجلس مصوباتی هم داشت. مصوبات و طرح‌هایی در زمینه انضباط مالی، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، رفع موانع تولید، خروج از رکود و اصلاح قانون مالیاتی کشور. مجلس نهم در ماه‌های اخیر شمار مصوباتش بیشتر و بیشتر شد. بعضی از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس می‌گفتند مصوبات ماه‌های پایانی شتاب زده است. مصوباتی مثل طرح بانکداری اسلامی، حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران، دونرخی کردن بنزین و در نهایت تصمیم مجلس بر تعطیلی 8 ربیع الاول هر سال به عنوان روز آغاز امامت امام زمان. مجلس نهم حالا کارش پایان یافته. حدود 70% از نمایندگان مجلس نهم در مجلس بعدی نیستند و ترکیب جدیدی از گرایش‌های سیاسی در راه است.
مسعود آذر، BBC. رئیس جمهوری افغانستان میگوید اگر رهبر جدید طالبان به خشونت‌ها پایان ندهد، به سرنوشت رهبران پیشین این گروه دچار خواهد شد. واکنش محمد اشرف غنی به خبر انتخاب هبت الله آخوندزاده بود که طالبان او را به عنوان جانشین ملا اختر منصور برگزیدند. او هفته گذشته در حمله هوایی آمریکا کشته شد. هارون نجفی زاده گزارش می‌دهد. انتخاب رهبر سوم فوری بود. 3 روز بعد از مرگ اختر منصور، رهبر جدید 55 سال دارد و زاده قندهار است. هبت الله آخوندزاده معاون اختر منصور شده بود تا به او وزن مذهبی بدهد. ساکن شهر کویته پاکستان است. پناهگاه اغلب رهبران طالبان. تجربه نظامی و حتی سیاسی ندارد و بیشتر یک ملاست. قاضی طالبان بوده و بیشتر فتواهای طالبان زیر نظر او داده شده. پهپادهای آمریکایی سلف او را در راه بازگشت از ایران در بلوچستان هدف گرفت و از بین برد. اختر منصور 9 ماه رسمی جنبش طالبان را رهبری کرد و 2 سال غیر رسمی. در کل باید بگویم که طبیعت امور جهادی زحمات عمر می خواهند. در این مورد منصور صاحب هم در حالت تحرک بود روی ملحوظات امنیتی در مناطق سرحدی 3 کشور و یک نیازمندی جهادی بود. منصور صاحب همیشه در یک حال در یک جا نمی بود و طبعا به خاطر نیازمندی ها سفری داشتن به یک جا و دیگه جا دید و بازدید داشتن با مجاهدین. زیر نظر منصور طالبان مناطق بیشتری به دست آوردند. جنگ شدت گرفت و تلفات نظامی بالا رفت. از جمله شهر استراتژیک قندوز برای کوتاه مدت به دست طالبان افتاد. رهبر جدید را سراج الدین حقانی فرمانده خطرناک نظامی معاونت می کند. در کنار او ملا یعقوب 24 ساله فرزند بنیانگذار طالبان. هبت الله آخوندزاده مدت را در این شهر زندگی کرده و به عنوان قاضی کار کرده. اما در روز رسیدن او بر رهبری طالبان، اتوبوسی از قضات و دادستانان افغان هدف بمبگذاری انتحاری قرار گرفت. این است که انتظار نمیره با آمدن او به قدرت خشونت فروکش کنند. در حمله امروز طالبان دست کم 10 کارمند دادگاه و غیر نظامی کشته شدند. 9 نفری دیگر زخمی. وزارت داخله حمله به غیر نظامیان را وحشیانه خواند و طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفت. برای طالبان فرصت مهیا شده تا از این فرصت استفاده کنند، بروند صلح افغانستان بپیوندند، به خشونت و افغانکشی پایان بدهند و زندگی آرام و صلح‌آمیز آغاز کنند. در غیر آن به سرنوشت رهبرشان دچار خواهند شد. جنگجویان طالبان اکنون بیشتر به سراج الدین حقانی وابسته می شوند. بیم انتقام گیری موقتی در شهرهای افغانستان وجود دارد. در آخر اما دولت مطمئن است که طالبان آهسته آهسته متلاشی خواهند شد. هارون نجفی زاده، BBC، کابل. حزب آلترناتیو برای آلمان از احزاب تند راستگرا میگوید مسلمانان نباید از آزادی یکسان با مسیحیان برخوردار باشند. هجوم حدود 1 میلیون پناهجو به اروپا و به ویژه آلمان موضع گروه‌های راستگرا و ضد مهاجر را چنان تقویت کرده که حتی توانستند در بعضی کشورهای اروپایی به موفقیت‌های چشمگیری در انتخابات دست پیدا کنند. ژیار گل گزارش می‌دهد. هرچه بر تعداد پناهجویان در آلمان افزوده می‌شود، احزاب راستگرا و مخالف مهاجران و مسلمانان قدرت بیشتری میگیرند. ماه گذشته حزب راستگرای ضد مهاجران آلمان AfD موادی را در مرامنامه‌اش تصویب کرد که این حزب را موظف می‌کند برای ممنوعیت هر گونه نماد اسلامی در این کشور تلاش کند. یکی از رهبران این حزب میگوید آلمان کشوری مسیحی است نه مسلمان. اروپا در تپه‌های آزاد بنیان نهاده شد. مسیحیت در تپه‌های گالگاتا شروع شد.
دموکراسی و آزادی در تپه‌های آکروپولیس بنیان نهاده شد و سیستم قضایی اروپا در روم متولد شد. این فرهنگ پر افتخار اروپاست، نه اسلام. اسلام به آلمان تعلق ندارد، اما مسلمانانی که در آلمان کار می‌کنند و در فرهنگ ما ادغام شدند به آلمان تعلق دارند. حدود 4 میلیون مسلمان که اکثرا ترک تباران در آلمان زندگی می‌کنند. بسیاری از آنان پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی آلمان به اینجا آمدند. در حیات این مسجد در غرب برلین اگه به این سنگ‌های قبر نگاه کنید می‌بینید که خیلی از مسلمان‌ها بیش از 70 سال پیش اینجا زندگی کردند و وقتی که مردن اینجا دفن شدند. اما امروز خیلی‌ها در جامعه مسلمان‌های آلمان نگران آینده کشورشان هستند، کشوری که در اون به دنیا اومدن و بزرگ شدن. اندر چتین در آلمان متولد و تحصیل کرده است. او و بسیاری از نمازگزاران این مسجد در برلین نگران رشد حزب راستگرای AfD هستند. نمیخوام بگم ایدئولوژی AfD کاملا مشابه نازی هاست، اما شباهت های زیادی به هم دارند. من علاقه زیادی به تاریخ دارم، به همین جهت آرشیو یهود ستیزی آلمان نازی رو مطالعه کردم. میتونم بگم شباهت های زیادی بین سیاست های یهود ستیزی نازی ها و سیاست های اخیر ضد مسلمانان دیده میشه، اما من امیدوارم اکثر مردم آلمان با دید باز به مسلمانان بنگرند. پس از شکست هیتلر برای 70 سال احزاب میانه‌روی آلمان تلاش کردند کشورشان دموکراتیک و محلی برای زندگی مردم با مذاهب و نژادهای گوناگون باشد. اما اخیراً حزب AfD آنان را به چالش کشیده است. این حزب در انتخابات محلی 3 ماه پیش در برخی از ایالت‌ها توانست حدود 20% رأی کسب کند. امروز نه تنها در آلمان بلکه در برخی دیگر از کشورهای اروپایی همچون هلند، فرانسه و لهستان احزاب راستگرا و ضد مهاجران قوی تر شدند. رئیس سابق سازمان جاسوسی بریتانیا رشد راستگرایان افراطی را برای آینده اروپا خطرناک می داند. اگر اروپایی ها متحد نشوند و اکثر شهروندانشان باور کنند که آنها قادر به کنترل بحران مهاجران نیستند، اروپا با قیام مردمی روبرو خواهد شد، چیزی که زمزمه آن در برخی از کشورها به گوش می رسد. در 1 سال گذشته حدود 1 میلیون پناهجو به آلمان رفتند. بسیاری از آنان از کشور جنگ زده سوریه هستند. عمار سرباز سابق ارتش سوریه است و میگوید نگران رشد راستگرایان افراطی نیست، چرا که سوریه خطرناکتر از هر کشوری برای اوست. درسته بعضی ها ما را دوست ندارن، اما بیشتر آلمانی ها به ما کمک میکنن. من با آینده خوشبینم. داعش اسلام نیست، بلکه دشمن همه از جمله مسلمانان است. اما همه پناهجویان و مسلمانان آلمان همچون عمار فکر نمی‌کنند. آنان نگرانند، نگران تکرار تاریخ در این کشور. ژیاروگل، BBC، برلین. برآورد شده در جهان بیش از 2 میلیون نفر بیماری MS دارند. بیماری که سیستم ایمنی بدن و بخش‌هایی از سیستم عصبی را هدف می‌گیرد و در مواردی باعث ناتوانی‌های جسمی شدیدی می‌شود. در سال‌های اخیر تلاش برای توانمند کردن مبتلایان به این بیماری شدت گرفته. چهارشنبه گذشته روز جهانی این بیماری بود با شعار اصلی تمرکز بر استقلال بیماران. آنایتا شمس به دیدن یک بیمار مبتلا به MS رفته. Breathe deeply. We're going to start off by going you. کاترین 38 سالش است و خواننده و معلم آواز. او 12 سال است که با بیماری اسکلروزیس چنگانه یا MS می جنگد. London's burning. Catch the engines. It's quite a small thing really, but I would love to be able to just شاید به نظر آرزوی خیلی لوس و پیش پا افتاده ای باشه، ولی بزرگترین آرزوی من اینه که بتونم همراه خانوادم برم پیاده روی. در بیماری MS سیستم ایمنی بدن به دلایلی که هنوز مشخص نیست به غلاف چربی محافظ اعصاب بدن که وظیفه انتقال پیام‌های بین مغز و اجزای بدن را به عهده دارند آسیب می‌رساند و باعث تداخل امواج عصبی می‌شود. به این ترتیب مغز
قدرت کنترل خود بر بدن را از دست می دهد. علائم این بیماری در افراد مختلف متفاوت است. کم شدن دید و یا ناتوانی حرکتی و گفتاری از این علائم هستند. من بعد از زایمانم خیلی حالم بد شد و تقریبا از سینه به پایین فلج شدم. دخترم اون موقع تنها 10 روزش بود. به هم گفتن دیگه هرگز حرکت نخواهم کرد. اون موقع فکر کردم که باشه، حداقل میتونم هنوز آواز بخونم و خوشحال بودم. من به خاطر بچه‌هام هرگز ایمانم از دست ندادم. برای مدت 2 ماه توی بیمارستان بستری شدم و کم کم با اعتقاد درونی و البته سیستم درمانی که برام مهیا بود تونستم به زندگی برگردم. پزشکان و محققان پیشرفت راه‌های درمان بیماری MS را در 10 سال گذشته بسیار امیدوار کننده می دانند. در حال حاضر داروهای برای MS های خفیف وجود داره که جلوی حمله های بزرگ رو میگیره. نه تنها در بریتانیا که در تمام دنیا داره سعی میشه که تمرکز رو بذاریم روی تحقیق برای MS مزمن و با حمله های شدید که شاید بشه درمانی براش پیدا کنیم، چون متاسفانه هنوز راهی برای اونا وجود نداره. کاترین یکی از 100,000 نفری است که در بریتانیا به MS دچار است. تقریبا تعداد زنان دچار MS 3 برابر مردان مبتلا به این بیماری است و گاهی بعضی دچار MS هستند ولی تا آخر عمر هرگز بیماریشان تشخیص داده نمی شود. علت این بیماری و دلایل بروز آن هنوز معلوم نیست. در این حال گفته می شود موقعیت جغرافیایی بر بروز آن مؤثر است. تحقیقات نشون میده که مبتلایان به MS در کشورهایی که از خط استوا دورتر هستند بیشترند و هرچه نزدیکتر کمتر. در بریتانیا تقریبا از هر 100,000 نفر 160 نفر MS دارند. اما برای مثال اگه نگاه کنیم به ایران این تعداد بین 20 تا 60 نفره. خوبه که اشاره کنم میزان ویتامین دی در بدن یکی دیگه از عوامل مؤثر در بروز این بیماریه. گاهی به دلیل عدم آگاهی در مورد شرایط این بیماری بیماران احساس انزوا و دوری از جامعه می کنند، در حالی که در بسیاری موارد این افراد می توانند به جامعه و محیط کار برگردند. مهم است که بدانیم MS پایان راه نیست. آنایتا شمس، BBC. موزه متروپولیتن نیویورک صحنه یک تئاتر سایه بازی بر اساس داستان‌های شاهنامه بود. بخشی از پروژه‌ای که سال‌ها پیش در آمریکا آغاز شد با هدف معرفی شاهنامه به غیر ایرانیان و نسل دوم ایرانیان. پروژه‌ای که با انتشار یک کتاب مصور با ترجمه انگلیسی از داستان‌های فردوسی رقم خورد. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد. یکی از پرآوازه‌ترین موزه‌های آمریکا میزبان صدها مشتاق شنیدن و دیدن روایت‌های شاهنامه. چنین گفت سیمرغ با پور سام که ای دید رنج نشیم و کنام، پدر سام یل پهلوان جهان، سرفراز ترکس میان مهان، بدین کوه فرزند جوی آمده است، تو را نزد او آبروی آمده است، روا باشد اکنون که بردارمت، بیازار نزدیک او آرمت. اسطوره‌های پهلوانی و داستان‌های عاشقانه ایران با ترجمه انگلیسی شعرهای فردوسی، هدف آشنا کردن نسل جوان ایرانی آمریکایی و مخاطبان انگلیسی زبان غیر ایرانی با افسانه‌های غنی در ادبیات فارسی. I have read the letter your father sent and it made me laugh. این سایه بازی 70 دقیقه‌ای از روایت تولد زال، پناه دادن سیمرغ به او در آشیانه‌اش، تا عشقش به رودابه، با هنرنمایی تیمی از عروسک سازان، نقش‌آفرینان پشت صحنه و نورپردازان به روی پرده رفت. 160 تا عروسک طراحی شده و ساخته شده، 130 تا به اصطلاح پشت صحنه بک‌گراند که میگیم، اینا به صورت نقاشی متحرک چیز شدن، به اصطلاح انیمیت شدن. یه حدود 1066 تا صدا تو این کیو هستش و موسیقی شد رامین ترکیان و اعظم‌علی کار کردن. 63 دقیقه موسیقی اوریجینال برای این
ساخته شده که بسیار دیدنی و شنیدنی هستش. این پروژه یک سال و نیم اولش صرف پیش تولید بوده و بعدش بقیه صرف به اصطلاح تمرین و به اصطلاح ساختنش رو روی استیج بوده. اعضای ایرانی این گروه میگویند یکی از دلایل موفقیت این تئاتر سایه ها روان و ساده تر کردن داستان های شاهنامه است. من نقش رودابه رو بازی می کنم، همسر زال، مادر رستم در این تئاتر. Just entrust this affair to me, my husband. یه داستانی که یکم سنگینه، یکم ثقیله برای شاید بچه، اونم از یک کشور دیگه قابل درک نباشه، خیلی ملموس کرده بودن. در پایان این نقالی مدرن، رستم به دنیا آمد و زال او را بر روی فیلی به اهالی زابل نشان داد. اثری کم نظیر که با استقبال گسترده روبرو شده است و قرار است در شهر لس آنجلس هم به روی صحنه برود. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.